امروز اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شروع نهضت سبز مردم ایرانه. در 87 شهر جهان ایرانی ها و دیگر آزادی خواهان جهان دور هم جمع شدند برای همفکری و پشتیبانی از زندانی های عقیدتی در جمهوری اسلامی. از جمله امروز اینجا در نیویورک ایرانی ها و دیگر آزادی خواهان دور هم دیگه جمع شدند و برای اینی که ما بدونیم سازماندهی این برنامه چگونه صورت گرفته از آقای صدر شهاب خواهش کردیم که برای ما توضیح بده. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر دبشی. همونطور که شما گفتید که سالگرد انتخابات در ایران، اولین سالگرد اتفاقات خشونتی که بعد از انتخابات در ایران اتفاق افتاد که همه شاهدش بودیم در سال گذشته، برنامه امروز یه نمایش کلی، یه پرفورمنس زنده، یک نمایش زنده با حضور شرکت کننده ها بوده، به این صورت که اتفاقاتی که در سال گذشته در ایران افتاد نشون داد. اون موقعی که مردم با شروع شوق به پای صندوق‌های رأی میان، شروع میکنن به رأی دادن، بعد از رأی دادن با امیدی وارد میشن که یعنی اوضاع رو تغییر میدن، بعد از رأی دادن وارد زندان میشن و در اون زندان هست که بازوبند به اسم یکی از زندان‌های سیاسی در ایران به دستشون بسته میشه، پوسترهای زندانیان سیاسی دستشون هست و به این مسئله اعتراض میکنن و بعد از اینکه از اون زندان توسط نمادین مادرهای عزادار از سوی زندان نجات پیدا میکنن، شروع میکنن به تظاهرات و از روبروی دفتر نمایندگی ایران به سمت ساختمان سازمان ملل اومدن. امروز به ابتکار اتحاد برای ایران، فعالین حقوق بشر در 87 شهر دور جهان مراسمی رو تهیه دیدند که الان ما به گزارش‌هایی که برای ما فرستادن نگاه میکنیم. Hello, the Weekend Green viewers. We are here on day two of the World Cup in South Africa. We're here highlighting some of the initiatives trying to bring about awareness for human and civil rights in Iran, as well as highlighting the human face of some of the prisoners of conscience. In today's newspaper, the largest newspaper of the day, there is an advert highlighting some of these prisoners of conscience. And shortly, you will see some footage taken of yesterday's initiatives, which are really great and really fun, and so enjoy them. For many years, many South Africans struggled to bring about these human and civil rights for people, whatever their race, whatever their gender, whatever their opinion or belief. It's not about politics, it's not about religion. It's about the human rights of people. One, two, three. Hello, dear Dr. Dabashi. I'm from Berlin. My name is Furtan Çelebi, and on this Global Day of Action, we would like to raise the awareness and show solidarity with the prisoners of conscience in Iran. We have adopted the Yaran, which is the Baha'i leadership in Iran, who have been held in prison for over 2 years. And the message we would like to send to them is that we are thinking of you. Tschüss aus Deutschland. Salam khidmat استاد دهباشی و تمام بینندگان عزیز. اینجا حیدرآباد و ما جمع شدیم برای گرامی داشت 22 خرداد و همراهی با مردممون در ایران. یکی از این دوستان سینا بوتینه که 4.5 سال حکم دادگاهشه و ما از اینجا از تمام مردم، سازمان‌های دولتی، حقوق بشر درخواست میکنیم تا حکومت نامشروع جمهوری اسلامی و احمدی نژاد رو تحت فشار قرار بدن تا تمام زندانیان عقیدتی آزاد به امید پیروزی و آزادی برای ایران و جهان. سلام از پاریس به تمام تماشاگران هفته سبز. شهر پاریس از سعید متین‌پور، روزنامه نگار آذری و فعال حقوق مدنی که ناعادلانه به 8 سال زندان محکوم شده حمایت میکنه. اینجا جلوی دیوار برای صلح در نزدیکی برج ایفل جمع شدیم برای اینکه تقلب بی سابقه انتخابات 22 خرداد سال گذشته رو یادآوری کنیم و همچنین کمک کنیم به افزایش آگاهی عمومی به وضعیت نگران کننده زندانیان عقیدتی و نقض حقوق بشر در ایران. اگر من بمیرم، اگر من بمیرم،
Dr. Dabashi. Greetings from all of us here in New Delhi, India. We are here in front of Hyderabad House near India Gate. About 50 concerned citizens have gathered together to have a peaceful procession carrying banners and posters of our adopted prisoners of conscience. Our message is loud and clear: freedom of all prisoners of conscience. Dr. Dabashi and Week in Green viewers, hello from Tokyo, Japan. I'm talking on behalf of Greenwave Japan, an independent and non-political group formed in June 2009. Our 17th event was held on June 12, 2010, across from the Iranian embassy in Tokyo. The participants in this event held banners and posters condemning violence and chanted slogans urging the Iranian officials to take steps towards basic demands of the Iranian nation. Along with hundreds of thousands of people in many cities around the world, we focused on one prisoner of conscience, Mr. Majid Tavakkoli, the student activist who was sentenced to years of prison in an unfair trial for his words. امروز من و همراه تعدادی از دوستای ایرانی و غیر ایرانیم که هممون نگران و دلسوز مردم ایران هستیم برای حمایت ازشون، برای حمایت از جنبش سبز که انشالله به زودی ما موفقیت میرسه و علل خصوص حمایت از زندانی عقیدتیمون دوست عزیزای محمد و علیافرد دوره هم در یک شنبه آفتابی در ساحل توریستی وایکیکی در شهر هونولولو ایالت هاوایی جمع شدیم. به امید پیروزی جنبش سبز، آزادی محمد علیافرد و تمام ایرانیانی که به خاطر آزادی و آزادی خواهی دربندن. با سپاس از شما و سایر دوستان. سلام پروفسور دباشی، ما این لحظه یک گروه از دوستداران سرزمین ایران برای اتحاد United for Iran و نهضت آزادی ایران گروهی هستیم که جمع شدیم برای حمایت از دوستان که در حال حاضر در زندان ایران هستن. امیدواریم که دست اندرکاران دولت برزیل و دولت ایران هر چه زودتر به این موضوع اقدام بکنن و باعث آزادی دوستان بشن. خب خیلی ممنون از همه بچه‌ها که برای ما گزارش‌ها رو فرستادن. با چنین انرژی و این پشتکار به طور قطع جنبش سبز به نتیجه خواهد رسید، نتیجه مثبت. تا هفته سبز دیگه ما بی‌شماریم. جاودان سوگند به
نه.